سلام. بعیده کسی سوگ رو تجربه نکرده باشه. اصلا انگار رسم دنیا بر اینه که همه ما در تعامل با اطرافیانمون، در تعامل با کسانی که برامون عزیزن، به هر حال یه جوری سوگ رو تجربه میکنیم و سوگوار میشیم. اما معنای سوگ فقط از دست دادن یک عزیز نیست. خیلی وقتها ما در اتفاقهای دیگه زندگی هم سوگ رو تجربه میکنیم. مثلا وقتی که جوانیمون رو از دست میدیم، وقتی که به هر حال سنمون بالاتر میره و سلامتیمون رو از دست میدیم، یا حتی وقتی که اعتمادمون به یک دوست یا عزیزی که خیلی بهش اعتماد داشتیم رو از دست میدیم. اما معنای دقیق سوگ چیه؟ در تعامل با اون باید چیکار کرد و چطور میشه این دوران رو پشت سر گذاشت؟ سوالهایی که تلاش میکنیم تو عصر شیرین امروز بهش پاسخ بدیم. خیلی وقتا ما توی زندگی در معرض از دست دادن چیزهای مختلف قرار میگیریم. یه وقت سلامتیمون رو از دست میدیم، یه وقت یک مهارتی رو از دست میدیم و گاهی هم یک عزیزی رو از دست میدیم. وقتی که عزیز از دست میدیم دوچار سوگ میشیم و امروز میخوایم با آقای دکتر جواهری صحبت بکنیم درباره سوگ. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. سلام، در خدمتون هستم. زنده باشید مریم شاهی عزیز، خوشحالیم که هستی و پل ارتباطی ما و مخاطبینمونی. سلام فاطمه جان و سلام آقای دکتر. سلام به شما بیننده های عزیز، خوشحالم که در کنارتون هستم. امروز هم مثل هر هفته حضور شما رو در برنامه خواهیم داشت به صورت یک تماس تلفنی با شما عزیزان و خوندن پیام ها و تجربهاتون. پس تا انتهای برنامه همراه ما باشید. آقای دکتر، سوگ رو اینطور درسته که از دست دادن معنی بکنیم و حالا در بالاترین حد اون رو بگیم از دست دادن عزیز؟ ببینید، خیلی به نظر من شما مقدمه خوبی رو فرمودین. هر
از دست دادنی همراه سوگواری و سوگه. هر از دست دادنی. یعنی ما تا میگیم سوگ، بعضیا میگن که خب مثلا یه نفر باید فوت کنه من سوگوار شم، من سوگ رو تجربه کنم. لزوما این نیست. همونجور که مثال زدین، از دست دادن های من همراه سوگه. من تلاش میکنم، مثلا کار میکنم، یه کارخونه تأسیس میکنم، یه بیزنس و یه کار و یه تجارت خیلی معظمی رو برای خودم درست میکنم، بعد یه اتفاقی میفته، من ورشکست میشم. وقتی ورشکست شدم من سوگ تجربه میکنم. من توی رابطه خیلی خوب هستم و اون آدمی که دوستش دارم و تو رابطه باش هستم، اون آدم فوت نمیکنه، این رابطه خراب میشه و این رابطه به هم میخوره. دوباره من سوگ تجربه میکنم چون از دست دادم یک آدمی رو. حتی یه موقع هایی دو تا مثال ظریف‌تر هم میتونیم بزنیم. همونجور که فرمودین، سن آدم که میره بالا، ما که پیر میشیم آروم آروم یک سری چیزهایی که داشتیم رو از دست میدیم. اون قدرت و انرژی جوونی رو دیگه ندارم، اون زیبایی رو دیگه ندارم، اون قدرت ذهنی رو دیگه ندارم، جسمی ذهنی دارم از دست میدم. درسته که دفعی و آنی نیست از دست دادن من، اینجوری نیستش که داشته باشم یهو نداشته باشمش، اما از دست دارم آروم آروم میدم. این هم میتونه همراه سوگ باشه. یا آدمی که تصادف میکنه و مثلا خدایی نکرده اتفاقی براش میفته، مثلا فلج میشه، این آدم تا دیروز پا داشته الان پا نداره، پا رو از دست داده، این آدم قطعا یک سوگ بسیار زیادی رو تجربه میکنه. اینها همه میتونه مثال هایی باشه از سوگ. یه مثال ظریف ترم بزنم. بعضی موقع دیدین شما با یکی دوستید و اون آدم برای شما خیلی ارزشمنده و بعد یک چیزی ازش میبینید که اون آدم انگار از اون جایگاهی که داره میفته پایین و دیگه اون آدم سابق نیست. اینجا هم شما دوباره سوگ رو تجربه میکنید چون از دست دادین. اون آدم ایکس دیگه ایکس نیست برای من، دیگه اون جایگاهو نداره، دیگه اون اعتمادی که بهش داشتم دیگه ندارم. درسته اون آدمه هست، حتی باهاش تو رابطم، از رابطه از بین نرفته، اون آدم فوت هم نکرده، ولی دیگه تو اون آدم سابق برای من نیستی. اینجا دوباره من سوگ تجربه میکنم. حتی میشه وقتی که مثلا متوجه میشیم که یک بیماری داریم. بله بله. اینجا هم ما داریم سوگ رو، اینجا هم سوگ. یه نکته ظریف بگم، حالا شما چون فرمودین من ادامش رو بدم، باز دوباره برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. از دست دادن یک نقطه است. ما سوگمون، احساس از دست دادنمون میتونه بعد از اون باشه، حتی میتونه قبل از اون باشه. این مثال آخری که شما زدین قبلشه. یعنی من یه بیماری گرفتم، یه عزیزی دارم که یه بیماری گرفته و من میدونم این آدم مثلا تا یک سال بیشتر زنده نیست، این آدم هنوز زنده است، من هنوز از دستش ندادم، اما انگار بوی از دست دادن میاد، از اینجا سوگ من شروع میشه. اینو توی بچه ها هم میشه دید، وقتی که مثلا یه حیوان خونگی دارن و این حیوان رو مثلا از دست میدن و اونها هم سوگواری میکنن. اونها هم میتونن سوگوار بشن. بله قطعا. چون ما یه جوجه داشتیم بزرگ شد و مجبور شدیم بفرستیمشون شهرستان که اینو نگهداری بکنن و صدرالدین اون شبی که ما فرستادیم این خط خطی و غیر خط خطی رو که برن به زندگیشون برسن، واقعا گریه کرد و عمیقا، یعنی قشنگ احساس میکردم دور از جونش، اینه کسی که یک عزیزی از دست داده داره ناراحتی میکنه و سوگ داشت. دارین خونه؟ نه دیگه نمیشون. بزرگ شده بودن. بله. مرغ و خروس شده بود. بله. بچه ها هم میتونن سوگ رو تجربه کنن. البته که بچه ها تجربه سوگشون یه مقدار متفاوته، حالا میخوام واردش بشیم، اما این از دست دادن حال ما رو بد میکنه. مهم نیست که چقدر سن و سال داری. بسیار عالی. بیشتر بشنویم ازتون در مورد سوگ در بخش بعدی. خدمتتون هستم. خب در مورد سوگ داریم میشنویم ازتون آقای دکتر و ببینیم که پیام های مخاطبینمون چی بوده. بله. پیام اول: مدت ها بعد از دست دادن پدر بزرگم به قدری برایم سخت بود و هر لحظه فکر میکردم که با هر تماس تلفنی قرار خبر فوت یکی دیگه از عزیزانم را بشنوم. چی داره میگه توی این پیام؟ داره میگه که یک سوگ اتفاق میفته برای من و انقدر این سوگ بزرگه، انقدر حال منو بد میکنه، انقدر دردش زیاده
که من انگار حساس میشم، انگار هر آمادم که دوباره اون اتفاق بد بیفته. دیدید مثلا زلزله میاد، همه به هم میریزن، بعد تا یه مدت همه دارن لوسترا رو نگاه میکنن، زلزله هم بند اومده، دیگه زلزله ای نیست، اما انگار تا چند شب آدما نمیتونن راحت بخوابن چون اون اتفاق افتاده. اصلا انگار میگن ترسوتر شدیم. آره، حالا مثالهای مختلفی، مسائلهای مختلفی داریم، یا این مسئله که میگن مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه، این دقیقاً ریسمون سیاه و سفید اصطلاحاً تریگر میکنه اون ترامایی که ما داریم، حال ما رو. ما یک اتفاقی برامون افتاده و خیلی حالمون رو بد کرده، یه ترامای بزرگه، این سوگ تراماست اینجا، و بعد من انگار همش نگرانم که اون اتفاق برای من نیفته، و یه موقعهایی یه چیزای شبیهش که میبینم دوباره پرت میشم تو اون ترامایه. مثلا یه نفر مریض میشه، آقا مریض شده، یه وقت مریض نشه، همون پدر بزرگم هم، پدر بزرگشون بوده؟ بله. پدر بزرگم هم مریض شد اول، بعد ما نمیدونستیم چیه، بعد میگفتیم خوب میشه، بعد خوب نشد و فوت کرد. بنابراین اگه کسی مریضم بشه من حالم بد میشه، اگه یه نفر حالش یکم وخیم بشه من حالم بد میشه. بعضی وقتا اطرافیان میگن چه خبره، چرا انقدر شلوغش میکنی، چیزی نیست، ولی خبر ندارن که این متصل میشه به یک اتفاق دیگه ای در اون آدم. پیامک بعدی. بله، پیام دوم. مادرم بعد از فوت پدرم تا 4 ماه لباس سیاهش رو در نیاورد و این برای همه ما تلخ بود، چرا که فضای خونه ناراحت کننده شده بود. ببینید، البته ما باید فرهنگ رو در نظر بگیریم اینجا. تو خیلی از فرهنگ ها شاید تا 1 سال عزیزان، نزدیکان کسی که فوت شده، لباس سیاهشون رو از تنشون در نیارن و خیلی هم چیز عادی باشه. من فکر نمی کنم که تو خیلی از فرهنگ ها 4 ماه خیلی چیز زیادی باشه. یه نکته وجود داره، اما اونم اینه که خیلی مواقع سوگ زندگی اون آدم رو به نحوی تغییر میده که انگار اون آدم هیچ وقت اون آدم سابق نمیشه. من اگر بگید که کسی عزیزی رو از دست داد و دیگه برای همیشه لباس سیاه به تن کرد، من میگم این خیلی میتونه مشکل زا باشه. ولی حالا در حد 4 ماه و 1 سال تو خیلی از فرهنگ های مسئله ایه که، چون سوگواری کردن مسئله ایه که خیلی گره خورده به فرهنگ و اصلا این سر آداب و رسوم. بله، داره. بله، و مدل های مختلف میشه بهش نگاه کرد و آدم های مختلف آداب و رسوم مختلفی دارن. من خیلی الان به آداب و رسوم سوگواری کاری ندارم، البته که با هر آداب و رسومی تو هر فرهنگی میشه سوگواری کرد، اما اگر اون مدت سوگواری به طرز خارج از عرف و منطقی طولانی بشه، اینجا ما شاخکامون تیز میشه که چه اتفاقی داره میافته. یعنی من یه عزیز رو از دست دادم، من میفهمم که تو شاید 1 سال به زندگی عادی برنگردی، اما اگه 10 ساله یه عزیز رو از دست دادی و کماکان تو انگار دیروز اون عزیز رو از دست دادی، یه چیزی داره اینجا میلنگه، یه مشکلی وجود داره، چون از سوگ باید وارد سوگ میشیم، سوگواری میکنیم و آروم آروم باید از سوگ عبور کنیم. اگر تو سوگ گیر میکنیم یه جای کار خرابه. میشه گفت که ملاکش اختلالی باشه که توی زندگیمون ایجاد میکنه؟ ملاک چی؟ اگر که سوگ ما اختلال ایجاد نکنه در زندگی، سوگ مشکلی نداره. سوگ در زندگی آدم ها، من نمیدونم منظورتون دقیقا از اختلال چیه، ولی سوگ تو زندگی ما آدم ها یه درد زیادی رو وارد میکنه و این درد اصلا امکان داره موجب یه به هم ریختگی بشه. من اگر اختلال رو به هم ریختگی معنا کنم، سوگ زندگی ما رو به هم میریزه. خب حالا این لباس مشکی پوشیدنه میتونه، من صرفا یک لباس مشکی بپوشم برای تسلای دل خودم، ولی مناسبات رفتارهام به روال قبل برگشته باشه. این لباس پوشیدن یک معنایی داره، یک چیزی رو داره از درون من نشون میده، و اگر من اون مدتی که لباس سیاه میپوشم مدت عرفی متناسبی باشه، 4 ماه، 5 ماه، 1 ساله، ولی اگر 10 ساله من دارم لباس سیاه میپوشم، یه جای کار خرابه، من گیر کردم تو سوگم، من حرکت نکردم. و حالا علتهای مختلف داره، در موردش بیشتر با هم صحبت میکنم. بسیار عالی. و پیام آخر. وقتی سرمایه اصلی کارم رو با انتخاب اشتباه محصول جدید از دست دادم، تا مدت ها جز سرزنش و ناراحتی و گوشه نشینی کاری نداشتم و هر روز ضرر پشت ضرر. خیلی موقع ها ما تو سوگ شاید خودمون رو سرزنش کنیم. من باعث شدم که مادرم فوت کرد، انقدر هرسش دادم مثلا سکته کرد. این حرفی که دارم میزنم شاید الان بعضی بخندن به حرف من، ولی حرفی که من میشنوم که میگویند خیلی از آدم ها،
بد رفتار کردم با مامانم، انقدر قصه خورد دق کرد. توی تجارتم من تصمیم غلط گرفتم باعث شد این اتفاق بیفته و من مثلا ضرر کنم یا تمام سرمایه‌ام از دست بدم. اینجا دقیقا ما دو تا اتفاق همراه هم داریم، یک از دست دادن داریم، یک سرزنشگر کردن خودمونو داریم که من باعث اون از دست دادن شدم. یعنی اگه من جور دیگه رفتار میکردم اون از دست دادن اتفاق نمیافتاد. اینجا دو تا درد دارم میکشم، خیلی بده، خیلی بده. نمیدونم با آدم هایی که مثلا تصادف میکنه و توی اون تصادف مثلا خانوادهش رو از دست میده و خودش زنده میمونه، خیلی مواقع ما با این آدم ها که صحبت میکنیم کنار اون درد زیاد سوگ و از دست دادن عزیزانش یه درد بسیار کشنده دیگه هم داره، اونم درد اینه که من بی‌احتیاطی کردم، من باعث شدم، من پشت فرمان بودم، اگه من نبودم این اتفاق نمیافتاد. و اینجا درد شدیدتر میشه. و دقیقاً حالا الان فکر میکنم جاش باشه که این نکته رو بگم، همین عذاب وجدانه که من دارم خیلی موقع باعث میشه من تو سوگم گیر کنم، نتونم ازش عبور کنم در زمان مناسب. بعضی موقع ما در مورد سوگ که صحبت میکنیم، حالا در برنامه‌های بعدی هم ما موضوعات مرتبطی رو در موردش صحبت میکنیم، انگار ما میخوایم بگیم یه چیزی رو فراموش کن. ما فراموش که نمیکنیم، یه عزیز رو از دست دادیم، مگه میشه فراموشش کرد؟ مگه مشکل حافظه پیدا کنیم؟ فراموش نمیکنیم. اما این که من احساس کنم من باعث شدم مادرم فوت کرد، این خیلی موقع ها اجازه نمیده به من که من وارد سوگ بشم، سوگواری بکنم، از سوگ عبور کنم. من گیر میافتم تو سوگ، من نگه میداره. این یکی از عوامل، عوامل دیگه هم هست که منو تو سوگ نگه میداره و من 10 سال گذشته و هنوز عبور نکردم و هنوز حالم خوب نشده، گیر کردم تو این تونل تاریک سوگ. آقای دکتر، حالا در مورد سوگ عزیز یه چیزیه که برای هممون خیلی معرفت و آشنا و شنیدیم، اما شما ابتدای صحبتتون اشاره کردید به اینی که من وقتی درباره کسی فکری میکنم و بعد اون آدم اون چیزی نبوده که من فکر میکردم، هم من با سوگ مواجه میشم. یه مقداری اینو برامون بیشتر توضیح میدین؟ چون من فکر میکنم که توی اتفاقهای روزمره ما خیلی مواجهیم با این سوگ. این همیشه از دست دادن دیگه. من یه دوستی دارم مثلا اسمش علیه، بعد من به علی اعتماد دارم، من علی رو خیلی دوستش دارم، من هر حرفی رو به علی میزنم و علی یک نقطه امن برای من، و بعد یه اتفاقی میفته من اعتمادم رو به علی از دست میدم، یا حداقل دیگه تو اون لول به علی اعتماد ندارم. چی میشه؟ اون علی که بهش اعتماد داشتم و حرفامو بهش میزدم، اون علی رو از دست دادم، اون علی دیگه نیست، یه علی دیگه هستا، ولی من با اون دیگه نمیتونم حرف بزنم. این میشه از دست دادن، این میشه سوگ. اون علی دیدید با هم آدم ها حرف میزنن میگن مثلا اون علی مرد، خیلی موقع آدم ها خودشون حرف میزنن میگن دیگه من اون آدم سابق نیستم، خیلی موقع آدم ها طرف مقابل حرف میزنن، تو برای من مردی، اون آدمی که من حاضر بودم براش این همه کار بکنم اون آدم دیگه تو نیستی، اون آدم تموم شد. اینجا سوگه دیگه، اینجام سوگ، اینجا من سوگوار میشم چون از دست دادم. و سوگ درد داره، سوگ خیلی درد داره، و سوگ خیلی جالبه، دردش ناپدیده، نامرئیه. یعنی آدم ها که راه میرن، اگه شما یه نفر رو ببینید که مثلا روی پاش یه زخم بزرگیه و داره خون ریزی میکنه، انگار شما بهتر میفهمید که این آدم چقدر درد داره. انگار شما پات زخم نشده، خون نمیاد، اما انگار اون درد رو بهتر میفهمی. سوگ خیلی دردش نامرئیه. یعنی من نمیدونم شما کسی رو از دست دادی، هیچ خبری ندارم، ولی شما یه دردی رو داری به خودت حمل میکنی و خیلی سنگینه و خیلی شدیده و من اونو نمیبینمش. یه آشنایی رو چند روز پیش دیدم موهاش اصلا سفید شده تا یه حد خیلی زیادی که مثلا چند وقت پیش دیده بودمش انقدر موهاش سفید نبود، دیدم خیلی تکیده شده. گفتم خوبی؟ چه اینجوری شدی؟ گفت مادرم فوت کرد. یعنی این درد با ما چی کار میکنه فقط خودمون میدونیم و دیگران نمیدونن. و اتفاقا اینجا یه نکته خیلی مهمه، فقط در حد یه جمله خدمتتون عرض کنم، به خاطر همین ناپدید بودن و نامرئی بودن درد سوگ، خیلی موقع ها ما اونجوری که باید اون آدم سوگوار رو درکش نمیکنیم و باهاش همدلی نمیکنیم، چون نمیدونیم چقدر داره درد میکشه. بسیار عالی، با مخاطبینمون در بخش بعدی همراه باشیم. Thank you.
سلام. سلام علیکم. وقتتون بخیر. متشکرم. اولین باری که یه ارتباط صمیمانه برای شما به پایان رسید کی بود و چه حسی داشتید؟ شاید 7-8 سال پیش. شاید بگم حدود 7-8 سال پیش بود و خب حس خوبی نبود دیگه. حس غم و ناراحتی و اینا شاید بوده. احساس خوشایندی نیست دیگه چون اون ارتباط پایان پذیرفته. ارتباط صمیمانه من فکر کنم یه سال 20 خورده ای سال قبل بود. خیلی دردناک بود برام. انتظارشو نداشتم. این با کسی که توی اون رابطه بودم یه دوست خیلی صمیمی بود و خیلی به تلخی تموم شد. خب تلخی خیلی زیادی داشت. حتی من گریه هم می‌کردم. وقتی که دانشجو بودم یک رابطه خیلی دوستانه عمیقی که از دوران دبیرستان شکل گرفته بود ناگهان به پایان رسید و من فکر می‌کردم که اون رابطه رو بتونم سال‌های سال نگه دارم. دقیقاً وقتی 14 سالم بود مادرم رو که خیلی دوستش داشتم و باهاش صمیمی بودم از دست دادم و برام خیلی سخت بود. حس انزجار، حس از هم گسیختگی، حسای مختلف مثل اینا. توی اون دوران پیش اومد که تلاش کنید تا اون اتفاق رو فراموش بکنید؟ دوستی با آدم‌های متعدد، می‌خواستم جای دوست قبلی رو پر بکنم. سعی می‌کردم بهش فکر نکنم، خودم رو جای دیگه با کارهای دیگه سرگرم کنم. دوستان، باشگاه، حالا محیط‌های دیگه، محیط کار، حالا هر چی که هست. فراموشی نمیتونم بگم چون فراموش کردم به نظر من انگار یه راهیه که میخوای ازش فرار بکنی. من بیشتر سعی کردم باش کنار بیام چون بالاخره بخشی از خاطرات منه، بخشی از زندگی من بوده اون دورانی که با اون خانوم در ارتباط و در تماس بودم و تعامل داشتم و اگه بخوام فراموش کنم باید همه چیز رو فراموش کنم، ولی خب درسایی هم برای من داشت که من بعدها تو زندگی استفاده کردم. سعی نکردم فراموش کنم، این یک چیز شخصیه. من خودم آدمی هستم که وقتی کسی رو از دست میدم تا آخر توی دلم نگهش میدارم، خاطرش رو، یادش رو، و اصلا دوست ندارم اون فرد رو فراموش کنم. سعی میکردم یک کارهای انجام بدم که حالا کارهای هنری و اینها بیشتر که خودم رو از اون فضا دور بکنم و کمتر بهش فکر بکنم و این باعث اون فراموش شدنه بشه. بله دیگه، اگه نتونیم فراموش کنیم که نمیشه به روند عادی زندگی برگشت. بعد از این اتفاق دوست داشتین اطرافیانتون با شما چطور رفتار کنن؟ خب توی گذر از اون دوران شاید دیگران که از این اتفاق یه مقدار فاصله داشتن کمکشون شاید این بود که با سوال نکردنشون بذارن خود من به این نتیجه برسم که اون عوامل چی بوده که باعث قطع ارتباط شد. دوستشم خیلی طبیعی برخورد کنن و اگر هم کسی میخواد به هم محبت کنه واقعی باشه، یعنی از روی شخصیت خودم باشه، نه اینکه به خاطر اینکه مادرم رو از دست دادم بخواد به هم ترحم کنه. اطرافیانم با من خیلی همراهی کردن، هم دوستانم هم خانوادم خیلی کنارم بودن. اونطوری نبودش که همش بخوان حق رو به من بدن، ولی همراهی میکردن، همدلی میکردن. لااقل کمترین کاری که میکردن این بودش که شنوای حرفای من بودن. دوست داشتم سرزنشم نکنن، بگن که خب اصلا تو این کارو کردی یا این زیاده روی رو در دوستی انجام دادی یا این کار، دنبال نقطه ضعف در من نگردن. حالا یکی مادرم بیشتر مثلا با ایشون صحبت میکنم، وگرنه کلا دوست ندارم که افراد مختلف با من راجع به اون موضوع صحبتی بکنن. آیا فکر کردن به این اتفاق هنوز هم مثل اون روزای اول شما رو آزار میده؟ اصلا این که بگم مثل روز اول آزار میده که دروغه، چون بالاخره اون روزای اول آدم یه تشنج و یه غم عجیبی رو تحمل میکنه. اما بله، این که میبینم که توی زندگیم نیست و نبودش رو حس میکنم آزارم میده. گاهی وقتا خیلی، مخصوصا با مرور خاطراتی که به صورت مشترک در کودکی و نوجوانی داشتیم هنوز میتونه منو بسیار متاثر کنه. حتی جای زخمش هم نیست برای من، بیشتر یه حالت درس داره تا اینکه بخوام. اون موقع تو اون مقطع ناراحتم کرد، خیلی آزردم کرد، ولی الان نه اصلا. حتی شاید بگم به این پختگی رسیدم که اگه اون اتفاقا برای من نمیافتاد من امروزم این شکلی نبودم.
نه مثل روز اول نه، ولی خب قطعا بعضی از سوالات بی جواب مونده. الان دیگه به اون شدت نیستش، نه قطعا اون مرور زمانه مشکل رو حل میکنه تا یه حد زیادی، ولی خب شاید بگیم 100% فراموش نمیشه دیگه، اما خب اون غم و اندوه خیلی کم رنگ تر میشه. صحبت کردیم در مورد سوگ و حالا بشنویم صحبتی که از مخاطبینم. بله فاطمه جان، یه ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم مژده محمدی عزیز. خانم محمدی جان ما صدای شما رو داریم. مژده جان سلام، خیلی خوشحالیم که همراه ما هستین. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. منم خوشحالم که تو برنامه شما هستم. آی دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، مرسی که توی برنامه ما اومدین. خب چی شد که شما تصمیم گرفتید که توی این بخش همراه ما باشید؟ قصتون رو برامون میگین؟ خدمت عرض کنم که من دیدم به موضوع برنامه شما امروز سوگ هست و خواستم که تجربه خودم رو با شما در حقیقت به یه نوعی شریک بشم اگر که اجازه بدید. خواهش میکنم. من تجربه از دست دادن و سوگ رو با بچه هم تجربه کردم حدود 10-12 سال پیش و در حقیقت 3 از بچه هم که البته سقلو بودن، فرزندان سقلومو که سالهای زیادی منتظر اومدنشون بودم، شاید مثلا یه چیزی تایمی نزدیک به 7 سال از دست دادم و این در نفس خودش یه تجربه خیلی دردناکی برای من بود. خدمت عرض کنم که این انتظاره در حقیقت همه انرژی من رو، همه انرژی لحظه های من رو مطلوب خودش کرده بود و به همون اندازه از دست دادنه به یه طوری میتونست من رو متلاشی کنه و به اصطلاح حال بدی به من بده و این اتفاق افتاد. منتها من با توجه به اون چیزی که خودم، نگاهی که خودم به موضوع به اصطلاح خودشناسی و موضوع در حقیقت به زندگی داشتم، سعی کردم یه مدل دیگه ای با این موضوع رو برو بشم. من این درد رو سعی کردم ازش درس بگیرم و پاس بکنم. من یه جایی وایساده بودم که روبرون یه چاه بزرگ بود به اسم از دست دادن و میتونستم درش فرو برم. اینجا سعی کردم که اون انتخابگریم به هم کمک بکنه و پذیرش اون اتفاقی که افتاده یه طوری با من همراهی بکنه تا بتونم در حقیقت یه جوری از این قصه عبور بکنم. مژده جان انتخابگری که میگی یعنی چی؟ یعنی که ببین من میتونستم انتخاب بکنم که با این دردم هم‌هویت بشم، میتونستم انتخاب بکنم که اونقدر توی این درد از دست دادم فرو برم که واقعا زندگی رو فراموش کنم و زندگی رو کنار بذارم. ولی یه چیزای دیگه هم توی این قصه بود، یعنی یه نکته های دیگه هم توی این قصه بود، اینی که من متوجه شدم من خیلی در مورد اون موضوع روبروم شاید اون قصه‌ای که حالا بهش تقدیر میگن یه مقداری من انگار که فکر میکردم همه چیز دست منه، منم که میخوام این اتفاق بیفته، دارم همین تلاش ها میکنم، دارم زور خودم رو میزنم که این اتفاق بیفته. ولی خوب یه جایی تقدیر به من گفتش که نه، بایستا
ممکنه اون چیزی که تو میخوای بشه نشه. این در مورد هر از دست دادنی اتفاق میفته. خانم محمدی، من میتونم یه سوال از شما بپرسم؟ بله حتما. مطلبی که شما با ما در میان گذاشتین خیلی 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 سخته، یعنی سوگ و داغ فرزند شاید سخت‌ترین داغیه که یه آدم میتونه توی زندگیش برای خودش متصور بشه، بسیار بسیار سنگینه. من میخوام یک مقدار از حال و هواتون در فضایی که از دست داده بودید برای ما صحبت کنید و یک مقدار به ما بگین که چقدر زمان طول کشید تا به این نقطه‌ای که الان رسیدید و ایستادید به اینجا برسید. آیوشو دقیقا همینطور هست که شما میگید، یعنی شما، من خدمتون گفتم با همه اشتیاقتون منتظر یه اتفاقی هستین و یه دفعه همه چیز شاید برای من در عرض چند ساعت، مثلا یه سه نصف شب تا هفت صبح، همه چیز عوض شد و ورق برگشت. تازه برای شما سخت‌تر هم بوده، چون شما فرمودین که قبلش هم برای مدت‌ها منتظر بودین و بله، یعنی و چند سال؟ هفت سال شما تلاش کردین برای بچه دار شدن و بعد هی نمی‌شده و بعد 7 سال این اتفاق افتاده. یعنی این انتظار سالیانه، بعد من به یه چیزی رسیدم که 7 سال منتظرش بودم با کلی استراب و حول و ولا و نگرانی، بعد به یک باره از دستم میره. و نه تنها شما الان دارید سوگ رو تجربه میکنید، یک سوگ عظیم و وحشتناک، سوگ بچه، یه چیز عجیب و غریبه. این حسم هستش که خب 7 سال دویدم و الان به اینجا رسیدم و دستش دادم، دیگه ندارم، دیگه نمیشه، دیگه در آیندم نمیشه. یعنی هم شما از دست دادن دارید، هم یه جورای از بین رفتن امیدی که داشتین. خیلی سنگین. دقیقا. و این آیده تو دقیقا لبه یه تیغ بود، که یعنی لبه همون پرتگاهه بود که من انقدر این قصه برای من این درد عمیق بود که فکر میکنم که اگر من از قبل یه مقدار رو زمینه‌های خودشناسی کار نکرده بودم و متوجه اون لحظه هام نبودم، میتونستم خیلی راحت خودم رو در بس بسپرم به اون درد و درش فرو برم. این زمینه‌های خودشناسی چیه که میگه؟ ببین، من سعی میکردم که در حقیقت با به دست آوردن یه سری مهارت‌هایی که وجود داره متوجه لحظم باشم، توی لحظم زندگی بکنم و در حقیقت خیلی رو بحث توکل من و پذیرش لحظه کار میکردم توی زمین های مختلف و همیشه این قصه منو قدرتمندتر میکرد. یعنی این بحثی که الان آقای دکتر میفهمن که در حقیقت من همه چیزم رو گذاشته بودم تا یه چیز رو به دست بیارم و داشتم همه اون چیز رو از دست میدادم، اگر احساس نمیکردم که یک قدرت بزرگتری پشت سر من وایستاده که همیشه حامی منه و خیلی مهربون تره به من و به اون اتفاقی که داره تو اون لحظه میفته کاملا احاطه داره، من واقعا وامی دادم و همه چیز رو به اصطلاح میباختم. ببینید، من که الان دارم با شما صحبت میکنم ادعا نمیکنم که بعد از 12 یا 13 سال در حقیقت تونستم اون سوگ رو فراموش بکنم، اون زخم رو فراموش بکنم، ولی من تونستم که متوجه بشم که این زخمه رو میشه یه جوری التیام داد و یه مقدار در حقیقت قدرت ازش گرفت و قدرتمندتر ازش اومد بیرون. همونجور که شما میگین سوگ یه چیز عجیبیه. سوگ میتونه یه آدم رو مچاله کنه، در این حال سوگ میتونه در مرور زمان یک آدم رو قوی تر کنه و قدرتمند تر کنه. و من خوشحالم، فقط میتونم بگم به عنوان یه ناظر، چون چیزی که شما دارید در موردش صحبت میکنید بسیار چیز بزرگیه، تصورش خیلی خیلی سخته، چه برسه که آدم واقعا اونو احساس کرده باشه. من خوشحالم که شما بعد از این سالها الان اینجا وایستادید و دارید به ما میگید که این سوگ شما رو قوی تر و قدرتمندتر کرده و دارید میگید که به پذیرش رسیدید و دارید میگید که این تصمیم رو گرفتید که در عین اینکه این سوگ رو تجربه کردید ولی در اون نقطه سوگواری نمونید برای
بقیه زندگیتون. بسیار خیلی ممنونم مجد جان، خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتی و تجربت رو با ما به اشتراک گذاشتی. الهی که هر جا هستی سلامت باشی. سپاس از شما، امیدوارم که لحظه های خوبی داشته باشی. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. این فراز از دعای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو در دعای حیات طیبه داریم با همدیگه مرور میکنیم که در مورد قسمت ابتدایی این فراز در جلسات گذشته مفصل در چندین جلسه با همدیگه صحبت کردیم. اللهم انی اسألک به اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلاتک و اسوات دعائک. ما در مورد همه اینا جلسه گذشته مفصل صحبت کردیم. زندگی، اون زندگی پویای در حال حرکت رو به رشد، شب داره و روز داره و مواقف نماز و اتفاقات نماز در واقع زندگی انسان درش موضوعیت داره و همه چیز نماز در اون زندگی مهمه و بلخص لحظات نماز و البته اسوات دعا و موقع دعا و لحظاتی که خدا ما رو میخواند و لحظاتی که ما خدا رو میخوانیم. خب همه این اتفاقات و این برو و بیا و شب و روز و صبح و مغرب و در واقع مناسک مختلف و اینا برای چیه؟ انتهای دعای عبارتی داره که اینو خیلی زیاد شنیدیم، کمتر بهش توجه داریم. ان تسلی علی محمد و علی آل محمد. صلوات. خب صلوات که دیگه صلوات، یعنی صلوات شما بفرستین اللهم صل علی محمد. صلوات چیه؟ ماجرای صلوات چرا باید اینجای دعا به صلوات اشاره کنن؟ اصلا صلوات جایگاهش در این زندگی کجاست؟ کلمه صلوات از همون سله، همونی که نمازم از همونه. صلات و صلوات جفتشون از صلوه هستن، صاد و لام و واو. آقایون لغت میگن که این صاد و لام و واو که در لغت به معنای ستایش فوق‌العاده یه چیزه، مثل نماز خوندن که ستایش فوق‌العاده خداست، یه اشتقاقی داره یا ارتباط معنایی داره با وصله. صلوه، این واوشو باید بذارین اول، میشه وصله، عبادتی و ستایشی که موجب ایصال و رسیدن و نیل به یه چیزی میشه، مثل نماز. نماز خدا رو عبادت میکنید و البته از صلات و قربان و کل تقی، یعنی با نماز خوندن آدمهای با تقوا به خدا نزدیک میشن، یعنی وصل اتفاق میفتد در ازای این صلات. و صلوات هم همینطوریه. وقتی میگید صلوات بر محمد و آل محمد، یعنی یک ستایشی که من و شما رو به اونا برسونه. نه فقط یه صلوات، نه فقط دوست دارم، دوست دارمی که آدمو برسونه. این چه عشق و محبتیه؟ این چه ستایشیه که موجب رسیدن میشه؟ الان شما قربون صدقه هزار و یک چیز مختلف برین، مگه بهش میرسین؟ نه، اصلا بعضی وقتا علکی قربون صدقه رفتین، بعضی وقتا تو رو درواسی قربون صدقه رفتین، بعضی وقتا یه چیزی گفتیم. میگن یه بنده خدایی برگشت به یکی دیگه گفت قربونت بشم، بعد تو خواب دید که اومدن دارن کلهشو میبرن. گفت آقا برای چی میبرن؟ خودت گفتی قربونت بشم. خب من خالی بعضی وقتا چی گفتم؟ قربونت بشم. یه چیزی گفتم، نگفتم که قربونت بشم. واقعا ما از این قربون صدقه ها زیاد میریم. قربون صدقه هایی که کاری به رسیدن نداره، ولی صلوات اینطوری نیست. صلوات ستایشیه که توش میخواهید برسید، برای رسیدن این کارو میکنید. مثل اینکه نشستم تمام خوبیای اون محبوبمو نگاه میکنم و میخوام اون خوبیها در منم اتفاق بیفته. نه، اصلا انقدر دوستش دارم شبیهش میشم و در من اتفاق میفته. صلوات به بیان دیگه خلاصه همه دینه. اونجاییه که من و شما با عبادت کردن و با زندگی کردن و با لحظه لحظه ها میخوایم به یه مقصد محبوب دوست داشتنی لحظه به لحظه نزدیکتر بشیم، گویی که در هر لحظه ای داریم او رو میستاییم تا به او نزدیک بشیم. صلوات خیلی نکته مهمیه و خیلی ساده گرفته میشه. اینکه حضرت آی بهجت رحمت الله علیه میگن که همه عبادت و اذکار و اینا گشتیم بالاتر از صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکردیم، این فقط یه شعار نیست، این فقط یه لفظ نیست، اگرچه لفظ صلوات بسیار بسیار مهمه، این یه حقیقت در زندگی انسانه. یعنی من یه نقطه کمال، یه پرچمی دارم تو افق نصب شده و در لحظه لحظه زندگیم انقدر او رو میستایم تا شبیه او بشم، انقدر او رو میستایم تا به او نزدیک بشم، هی خودم رو شبیهتر و شبیهتر میکنم تا به او نزدیک و نزدیکتر بشم. این میشه حقیقت صلوات. و البته ما در دعا کردن تو خود صلوات، صلوات خدا رو بر محمد و آل محمد میخوایم. مثل اون آیه قرآن که ان الله یصلی، خدا صلوات میفرسته بر رسول و ملائکش. و البته ما مؤمنین زمین ساز تحقق این صلواتیم. یعنی ما با کاری که میکنیم، مثل اون سوره مبارکه انشراحه
که میفرماید علم نشرح لک صدرک و وعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک، چجوری نام پیامبر رو بالا بردن؟ میگن خدا اراده کرده نام پیامبر رو بالا ببره، ولی به واسطه مؤمنین. مؤمنین یه کاری کنید نام پیامبر بره بالا، ما مؤمنین باید یه کاری بکنیم که این جریان صلوات در عالم گسترش پیدا کنه و همه هستی میل پیدا کنه به کمال و حسن و زیبایی الهی که در پیامبر و اهل بیت اطرت و طاهرین ایشون در واقع تجلی داره. این نکته بسیار مهم صلواته و صلوات رو میشه غایت این زندگی شگفت‌انگیز دوست داشتنی در نظر گرفت. صلوات یعنی دارم میرم که به اون افق بی نهایت برسم، به اون افق بی نظیر دوست داشتنی شگفت‌انگیز. گویی نماز اگر میخونم میخوام اونو بهتر بشناسم، روزه اگر میگیرم میخوام اونو بهتر بشناسم، عبادت اگر میکنم، درس اگر هر کاری میکنم میخوام اونو بهتر بشناسم. اصلا زندگی من برای اینه که اونو بهتر بشناسم و به اون نزدیک بشم. یه جمله کوتاه بگم برای اینکه فقط فکر کنید، نماز، این نماز خوندن در واقع عبادتی است که ما داریم انجام میدیم، ولی آخر نماز میگیم السلام علیک ایها النبی. یعنی انگار نماز که خوندی، نماز عبادت خداست، ولی جایزه نماز اینه که میریم نزد پیامبر گرامی اسلام. خیلی نکته مهمیه و انشالله خدا زندگی ما رو یه جوری قرار بده که همش به سمت صلوات بر محمد و آل محمد ختم بشه. در مورد سوگ ازتون شنیدیم، گفتید که در سوگ اتفاق نامرئیه و به خاطر همین همدلی خیلی ممکنه کم بشه. حالا سوگهای مختلفی که مثال زدید و توضیحاتی که دادید، اگه اجازه بدین یه جمع‌بندی بکنم عرایزم رو. در مورد سوگ خیلی میشه حرف زد، در مورد سوگ میشه روزها صحبت کرد و کسانی که سوگوارن یه جورایی انگار میفهمن که صحبت در مورد سوگ یعنی چی. یه نکته بامزه بهتون بگم، خیلی از ما تا یه سن قابل توجهی که میرسیم سوگ جدی تجربه نمی‌کنیم تو زندگیمون. بعضی موقع من آدمایی رو می‌بینم که مثلا طرف 50 سالش شده، حتی 60 سالش شده، ولی اون یه سوگ جدی تجربه نکرده. البته که به طور طبیعی به مرور زمان که ما سنمون میره بالا سوگ تجربه می‌کنیم. سوگ تجربه کردن یکی از چیزایی که توی پکیج زندگی توی این دنیا هست. هر کسی که توی این دنیا زندگی می‌کنه بالاخره دیر یا زود سوگ تجربه می‌کنه. گفتیم سوگ یعنی از دست دادن. هر چیزی رو که از دست میدیم به مقداری که برامون مهمه برامون درد داره اون سوگ و اون از دست دادنه و ما میریم توی حالتی که اسمش سوگواریه. میتونه فوت یه عزیز باشه، میتونه از بین رفتن یه رابطه باشه، میتونه از بین رفتن یه توانایی باشه، میتونه قطع عضو باشه، میتونه ورشکستگی باشه. همه اینا ما رو میبره توی فضای سوگواری. گفتیم سوگ یه درد نامرئیه که دیگران نمیبینند و اونی که سوگواره داره رنج میکشه و داره درد میکشه. برای همین گفتیم اتفاقا حواسمون رو جمع کنیم در مواجهه با آدمهایی که سوگوارن، یه مقدار دقت کنیم، یه مقدار بیشتر باشون همدلی کنیم. ما زخم اونها رو نمیبینیم. گفتیم سوگ چیزیه که ما رو میبره توی فضای سوگواری و ما توی اون فضا حرکت میکنیم، مثل یه تونله و از سوگ آروم آروم با سوگواری کردن ما عبور میکنیم. اما یه چیزایی امکان داره ما رو توی فضای سوگواری نگه داره. یه مثالی که زدیم این بود که مثلا اگر من عذاب وجدان داشته باشم که من باعث این از دست رفتن شدم، من باعث شدم مادرم فوت کرد، این امکان داره منو توی این تونل سوگ نگه داره و من نذاره من سوگواریم کامل بشه، تکمیل بشه، از سوگم عبور کنم. اگه من سوگ داشته باشم کنارش احساسات دیگه همراه دلتنگی و عشق داشته باشم، پدر بزرگم رو از دست دادم، هم ناراحتم، هم پدر بزرگ من توی جاهای از زندگیم خیلی با من بد برخورد کرده، هم خشم دارم هم سوگ دارم، این باعث میشه من دوباره توی این تونل سوگ گیر کنم. کلی حرف نزده با پدر بزرگم دارم، حسرت دارم و این حسرت ها باعث خود سرزنش گری من میشه. چرا حرفمو نزدم؟ چرا این کارو کردم در حقش؟ همه اینا منو توی سوگ میتونه نگه داره. احساساتی به غیر از عشق
و دلتنگی اگه همراه سوگواری باشه منو توی سوگ نگه میداره و امکان داره من 10 سال از سوگم بگذره کماکان از سوگم عبور نکرده باشم. پدر من در سن 4 سالگی، وقتی من 4 سالم بود پدرم فوت کرد، الان 14 سالمه و من هنوز توی سوگ گیر کردم. چرا؟ به خاطر اینکه این حس رو دارم که چرا پدرم گذاشت رفت. آی دکتر، این احساساتی که به صورت متفاوت هستن اما با هم درون ما جمع میشن، آیا باید به صورت جداگانه بهشون پرداخت و حلشون کرد یا نه؟ اگر میخواییم مواجههی داشته باشیم با مثلا هم مفهوم سود، به صورت همین یه پکیج میشه و دیگه لازم نیست تفکیک بکنیم. ببینید، هم کنار همه، هم از هم جداست، هم در مورد همش صحبت باید کرد، هم جداگونه باید بهش نگاه کرد. بعضی موقعا معنی سوگ برای ما یه معنیه که ما رو نگه میداره تو سوگ. مثالی که براتون زدم، مثلا پدر من فوت کرده، من سنم کم بوده، حس من از فوت پدرم اینه که پدرم منو گذاشت رفت، ما رو گذاشت رفت. آقا دست خودش نبوده فوت کرده ها، اگه میخواست میموند، اگه میتونست میموند، دست خودش نبوده. من این حس رو دارم که نه، گذاشت رفت و من حالم بده و 10 سال گذشته و من کماکان این احساس رو دارم که پدرم منو گذاشت رفت. اینها اصطلاحاً سوگ ما رو پیچیده میکنه. ما یه اصطلاحی داریم به نام complicated grief، یعنی سوگ پیچیده، سوگی که فقط سوگ نیست، کنارش چیزای دیگه هست و این باعث میشه که من تو سوگ بمونم، حرکت نکنم، نتونم بیام بیرون. و کلام آخر هم این که سوگ، امیدوارم که اینجوری باشه برای همه ما، خیلی موقع ها ما رو بزرگتر میکنه، خیلی موقع ما رو قوی تر میکنه، خیلی موقع باعث میشه من قدر چیزهایی که دارم رو بیشتر بدونم. انگار وقتی من از دست ندادم هیچی و همه چی رو دارم دیگه، همیشه هم داشتم، اما یه چیز مهمیه که از دست میدم، میگم اه پس تویی که الان اینجا هستی میتونی نباشی، این همون چیزی که بود و الان دیگه نیست، انگار باید بیشتر قدر تو بدونم. و معمولا سوگ میتونه ما آدم ها رو غنی تر و پخته تر بکنه. البته که سوگ هم میتونه آدم ها رو مچاله کنه و آسیب های جدی بهشون بزنه. بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون مریم شاهی عزیز. خدا قوت آقای دکتر و فاطمه عزیز. ممنونیم از شما که با پیام هاتون ما رو همراهی میکنید. برای برنامه هفته بعد برامون بنویسید که آیا اتفاقی توی گذشته افتاده که توی ذهنتون باشه و مدام فکرتون رو درگیر کرده باشه. سامانه پیامکی و فضای مجازی پل ارتباطی ما با شماست، ما رو همچنان دنبال کنید. متشکرم و آقای دکتر سپاس از توضیحات شما. سلام. ازدواج کردیم. ما حالا تو دانشگاهی که بودم، همسرم تو دانشگاه نبود، ولی برای انجام مثلا یه سری کارا، مثلا تو مجموعه که ما بودیم میومد اونجا کمک میکرد. یه هیئتی بود در واقع که من یک سری دوستانم هم دانشگاهی ایشون بودن و من همراهشون میرفتم، چون به اون فضا علاقه داشتم، میرفتم که حالا توی اون کارهای هیئت مشارکت داشته باشم. تصورم این بود که ایشون مثلا از من بزرگترن و مثلا براشون آرزو میکردم که خدا ایشالله یه همسر خیلی خوبی نصیبشون کنه. در این حد مثلا ما یه سایت خیریه ای داشتیم با تو همون دوستانمون که هم دانشگاهی همسرم بودن. ما یه گروه خیریه ای داشتیم. بعد اون گروه خیریه هم یه سایت داشت. ما خودمون چون راه انداز، یعنی خودمون مؤسس اون خیریه بودیم، پروفایل کاربری داشتیم اونجا، مشخصات و سن و رشته تحصیلی و عکسمون بود. بعد خب ایشون هم یه فعالیتای داشتن با مجموعه ما، واسطه حالا هم دانشگاه خودشون. بعد که گوشیشون رو میدوزن و یه کاری داشتن با ما به واسطه حالا کار که اون موقع انجام میدادن، خواستم شماره شون رو پیدا کنم. آره، به ذهنشون میرسه شاید تو سایت خیریه شماره از ما یه پل ارتباطی باشه که میرن. ما سنمونم نزده بودیم، تازه متوجه میشن که من 2 سال از ایشون کوچیک‌ترم. دخترای ایشون هم تو دانشگاه ما بودن، بعد از طریق دخترایشون در واقع شماره خانواده و اینا رد و بدل شد و دیگه تماس گرفتن و بعدم که جریان خواستگاری و داستانی کرد.
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که داشتیم، خب من یه خورده به خاطر همون بحث تجربه زیستیه که میگم خیلی سخت با چالش‌ها برخورد می‌کردم. یعنی مثلا مشکلی پیش می اومد یا مثلا مشکل کاری بود، مثلا خب اوایل دیگه تازه کارتو شروع، تازه وارد بازار کار شدی، تازه اون موقع من فکر کنم مثلا 2 سال یا 3 سال بود تازه شروع به کار کرده بودم. بعد خیلی سخت میگرفتم، خیلی مثلا گاهی میشد مثلا تلفن کسی رو جواب نمیدادم، نمیدونم شاید زیاد میخوابیدم یا همچین حالت. خب این مخصوصا اون ابتدا وقتی که مثلا یه خانم میخواد دوا تکیه‌گاه انتخاب کنه دیگه، اون پرچالش‌ترین چیزی که داشتیم اون مسئله بود در واقع. اگه تایید کنه، من خودم اینجوری هم که خیلی مثلا راحت کنار میام با مسائل. و دقیقا حالا ایشون نقطه مقابل من، الان خیلی شبیه شدیم به هم البته توی این سالها، اما برای ایشون خیلی سخت میگذشت و این خب منو اذیت میکرد. بعد حالا یه حالتی پیش اومد دیگه، مثلا ایشون تلفن جواب نمیده به خاطر یه کار ناراحت، مثلا یا من 2 روز بی خبر بودم و من این حس برام وجود داشت که نکنه از من ناراحته، مثلا چی شده، اصلا چرا ناراحته. یعنی از یه ناراحتی تبدیل میشه به خشمی که اصلا چرا بعد از من ناراحت بشه، من چیکار کردم. مثلا یه هفته بعد صحبت میکردیم، متوجه شدم مثلا یه مسئله کاری مثلا با همکارشون حالا به فرض پیش اومده، بعد مثلا این ارتباط قطع میشد و خب برای من خیلی نگران کننده بود. یه دوره ای ما کلا خیلی حرف میزنیم، خیلی اهل گفتگو هستیم و حالا خیلی موقع پیش میاد توی حالا یه بحرانی پیش اومده، همون موقع آدم شرایط گفتگو نداره یا اصلا آمادگیش رو نداره یا حالا خشم داره یا هر چیزی، اما زمانی که میگذره به هر حال نمیذاریم چیزی حل نشده و صحبت نشده باشه راجبش عبور کنیم ازش، حتما گفتگو میکنیم و گفتگوهای طولانی. ما جفتمون از همون ابتدا عاشق لوازم تحریر بودیم، یعنی بیشتر وقت و هزینه‌مون توی فروشگاه‌های لوازم تحریر و شهر کتاب‌های تهران میگشت. بعد برای همین تصمیم گرفتیم که همین کار رو با هم دیگه شروع کنیم. بعد خب یه شرایطی پیش اومد که یه مغازه مثلا بود که اونو میخواست مثلا برای برادر من بود و میخواست مغازه رو تخلیه کنه. ما در از مثلا یه هفته تصمیم گرفتیم که من چون موقع کار قبلی گذاشته بودم کنار، خواستیم که دیگه در از یه هفته شروع کردیم این کار رو تقریبا با دستای خالی، یعنی از لحاظ مادی واقعا ما حدود 800,000 تومان فقط چیز سرمایه داشتیم، کارمون رو شروع کردیم. بعد الان هم که حالا اول لوازم تحریر بود، الان اسباب بازی و حالا کتاب کودک بهش اضافه شده و الان دیگه تخصصی رفتیم به سمت اسباب بازی و کتاب کودک و واسه بچه زیر 7 سال تقریبا. یکی از چالشاش از اول این بودش که مثلا به فرض ما خودمون 2 نفر بودیم، به فرض مسافرت می‌خواستیم یا مهمونی می‌خواستیم بریم، خب یا یک کدوممون میتونست بره یا اینکه نمیتونستیم بریم. یعنی این چالش رو داشتیم که حالا از یک سال یک همکار خیلی خوب با ما اضافه شدن به مجموعه ما که خب این چالش های حدی رفع شد. هم چالش داره هم خوبی داره، ولی واقعا بستگی به اون اشخاص داره، اون شخص چجوری باش کنار میتونه بیا. سوگواری تجربه مشترک ما آدم هاست، دنیا دار از دست دادن هاست، سنت عالم بر اینه که هیچ چیزی پایدار نمیمونه و دست آخر هیچ کسی تا ابد زنده نمیمونه. خیلی از این سوگ ها طوری هن که باید آروم آروم باهاشون کنار بیایم و مثل یه سرزمینی که یه روزی وارد شدیم یه روزی هم ازش خارج بشیم. اما توی زندگی هر کدوم از ما ممکنه امر محترمی باشه که همواره توی ذهنمون حاضر باشه و فقدانش ما رو سوگوار ابدی کنه. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.